بسم الله الرحمن الرحیم شروع میکنیم به نام خداوند یکتا و بخشاینده. سلام به شما خوبان و عزیزان، سلام. امیدوار هستم هر کجایی که هستین دارای صحت و سلامت و تن سالم و عافیت باشی. از امروز در نظر گرفتیم که یک ذره از سینی مرغ کباب البته آماده کنم. کباب به اصطلاح کباب ترکی هست که من یک بار دیگه هم قبلا از این آماده کرده بودم و حال خواستم به یک روش دیگه ایش البته از سینی مرغ بسیار آسان و ساده را با شما شیر کنم. عزیزا با ما باشین و عزیزای دل یادتان نره برنامه ما را سابسکرایب کنین، لایک کنین، شیر کنین و کامنت بگذارید. امیدوار هستم که هزی ویدیویی که من میگیرم بخیش حالا براتان خوشتان بیه و قابل قبول براتان باشه. و از من خب 5 کیلو گرفته بودم، 5 کیلو سینی مرغ گرفته بودم و مقدار ضرورت، قدر ضرورت که چقدر ضرورت داریم اما قدرش میگیریم. مطبقش پس در یخچال میمانیم دیگه، اما قدر فیلن دیگه شاید بس باشه. خب برف فیلن اما قدر میگیریم. عزیزا من از جمله 5 کیلو 2.5 کیلو گوشت گرفتم که توتا کنم. اول باید یک ظرف بندازم بخاطر که بعد از او توتا کنم. عزیزا دیگه ایجا جای نو ماست، ما گفتم تا اون که یکان خبرها داریم. خبرهای مالوات ای بود که یکی خو در شهر دیگه کوچ کردیم، اومدیم شهر استراسبورگ بگن شهر فرانسه دیگه، اینجا اومدیم و در پلوش دیگه بخاطر کار و بار دیگه ایش خانه یک زرگه که آشپزخانه مثل آشپزخانه سابقم نیست. من هم دیگه به تنهایی فیلم میگیرم، اگر کدام اشتباه و سو باشه ببخشید به بزرگ باریتان. عزیزا یک توته سینه را البته سه قاش بکنیم نازک شوه، اگرچه به شما معلوم است که گوشت سینه بسیار نازک است، سینی مرغ بسیار نازک است دیگه، با بخاطر که بر کباب یک ذره آماده شد امی رقم باید باشه. عزیزا ما به اصطلاح می 3 کیلو یا 2.5 کیلو باشه دیگه نمیفهم، خو وزن نکردیم خو اما چشم ما را وزن است. اما 3 کیلو یا 2.5 کیلو گوشت ما خرد خرد کردم به می اندازه آماده کردم دیگه. شما رقمه که دوست داشتین و تو تکدنش هیچ کدام چیزی نداره خاص. من ایره قبلا ششتم پاک صفا و مواد لازم راستی باش که بگویم براتان. عزیزا سیر است، مرچ تند است، یک ذره روغن زیتون است بخاطر که سینه مرغ خودش چیز نداره چربی، نمک است و مرچ مساله دار است دیگه. اینا رو همشه یک قاشق، یک قاشق گفتم دو قاشق سیر اضافه کردم. عزیزا یه خوادت ماش یک ذره کم مرچ تند و یک دو قاشق کم روغن زیتون. بدورستم براتون خوب سی مالو شوه خوش کمیده. دو سی قاشق کریم کمش کن و مرچ مساله دار دیگه ایده همشه بین مخلوط بکنیم. و از ما یک بقداره که از این ساس نیست، ساس بادرنگ است، زمرهش مخلوط بکنم و او بخواست خودتان است. اگر دوست داشته باشین مخلوط کنین، نه داشته باشین هیچ کدام چیز خاص نیست، کدام چیز خاص باشه یا جدی باشه نه. عزیزا فراموشم شد که مرچ سیاه اضافه نکردیم. عزیزا یک گوشت سینی مرغ خوب مخلوط کردم و سر از این ظرف پلاستیک گرفتیم. ایرا مدت یک چند ساعت البته میمانم، اختیاری است. اگر از صبح از مثال از شو ایرا مخلوط کنین و در یخچال بانین تا فردا بسیار خوبش میاد، بسیار خوب. خود چون من واقعیتش وقت نداشتم شوی کار کنم اما حال مرا ایرا برای امروز آماده کردم
دیگه تا زمانی که ما خمیر کردیم برم نان زیر آماده کنم. ایده میمانیم که همه دار یک زرگک با گفته یکان تو دم بگیره یا خوب استراحت کنم. مدت یک 3 ساعت یا 4 ساعت میمانم. ایزو ما دیگه آل بیخی گفتی یکان تو سرما شو شد و خفتن شد. من دیگه تقریبا 5 ساعت یا 6 ساعت شد ما رفتم به سودا بازار تا آمدم دیگه گپ از گپ تیرس. دیگه ایزایی رو میخوایم پرت مال نخی ده ده البته باید در کرایی پرتم که سرخ شوه، اما نام خدا گوشت زیاد است نمیشه. ما قبلا اینجا نانم تیار کردیم، نان خمیر چک کرده بودم، گفتم که یک زرگک نانم آماده کردیم دیگه علاله پخته کرده میرم و دمی جریان با ما باشی بیاین دیگه بخواهی که ما کیت تا دیگه تلان پرتم بیار. ایزا بسم الله گفتم اندازیم و ما اگر یادتان باشه ایزای دل دوستکای گله و دوستداران آشپزخانه و آشپزی، ما قبلا کباب شورما کباب یا کباب استک کباب یا و هر چی که میگین خلاصه امی کباب، ما قبلا امرای ماشین داشتم، در ماشین خود تیار کرده بودم، ماشینه که تیار آماده میکنم. ولی یک نواخت دیگه است که اگر شما ماشینم نداشته باشین میتونین در کرایی سرخ کنین. فقط کباب بسیار ساده و آسان دیدین، یعنی میگه که ما تو سرخ میکنین در سر چی یخ با امی اصالجات خوب مخلوط میکنین، میمانین یک شب، بعد از او بازی در سر کرایی سرخ میکنین. حال با ما باشین. شیره در این دیگه انداختم به خاطر گوشت زیاد بود نمیشد در کرایی، بنابراین من مجبور بودم که در این دیگه کلان فرکم. و اگر شما کرایی دارین بازم تکرار میکنم در کرایی یک خورت میشه پرده. خب برای یک 5 دقیقه فقط سر زیر پات میکنیم که خوب داخلای همی گوشت پخته شود. ایزا میبینین وقتی که ببخشید که من کامرا دستم وقتی که روش دار میکنیم خوب بریان شده، خوب بریان شد داخلش، البته اوش خشک شد یک کمک اوخو کشید خو نرمال است که او میکشم، اما وقتی که دارش میتینه بسیار یک گلابی گرد بسیار مقبول خوبش. هیچ ضرور نیست که آدم از کباب از بیرون کباب بگیرن، به خاطر که کباب بیرون کمیشه وقت و باور کنین از ایتاش خواد کفتین دروغ از خدا شاید است که هر بار که ما کباب از بیرون میگیریم اولادا مریض میشن، به خاطر از اینکه کبابشون سیم نیست، پاک نیست، سلاتشون همین سلات که تیار میکنه چی میفهمه ماشما گوششتگی است، ناششته است، چی رقم همین گوشت خود ماشما میاریم در خانه چند بار میشویم پاک صفا منظم به دل خود، ولی پاک صفا کبابه بسیار خوب و خوشمزه در خانه صحی و با مزه خوب و اقتصادی هزار نگاه خوبی های خود داره. فقط یه کمک دمی کرایی یا دیک سرخش میکنیم. خوب ایزو دیگه کباب از آتش گاز خاموش کردم، دیگه آمدیم بخواهی به طرف آماده کردن نان. و راستی یک ذره که من قبلا چپس یک ذره چپس آماده کرده بودم، آماده کردم البته یک ذره ترکاری سلات دیگه. حالا بخواهی از این ساسا من استفاده میکنم میشه برای کباب، دیگه او اختیاری است هر کدام شک شما میخواین که خودتان دوست دارین چه رقم ساس بگیرین و به اختیار خودتان است. کباب نام خدا ما داشته یک دیگه است دیگه عیزا یک تیدت وسایل ما حالا بده دیگه شور نیست دیگه شور خواست. عیزا ما همی رقم آماده کردم، دیدین گوشت در داخلش خود زیاد انداختم و یک ذرار سرش سلات مندازیم اضافه میکنیم ترکاری البته و با خواست خودتان از هر قدره که چیزی که دوست داشتین ترکاری پرتین، اگر داشتین اضافه کنین، نداشتین هیچ اضافه نکنین، مشکل نداره، ولی کوشش کنین ازا یک بار امتحان کنین بسیار خوشمزه میایه. و در پولیشی که غیر ازی که خوشمزه میایه گفتم براتون یک دانه آل کباب را صاحب کبابای ترکی را یک دانیش 7 روپیه ما شما یا 8 روپیه میخرید 7.5 روپیه، اما اگر در خانه آماده کنیم هم اقتصادی هم گوشت زیاد فریمان هم همه چیزش خلاصه بسیار پاک صحی با برکت و خوشمزه. به خاطر از اینکه حالا یک تعداد از عزیزا ماشین از کباب در خانه ندارن و ما خودم ماشین از کباب البته دارم، اگر کسی ماشین ای کباب نداره، یک تعداد از دوستا ماشین از کباب ندارن در خانه، اما میتونین که در تاوه سرخ کنینش مثل کباب کبابی بیرون در تاوه میمانیمش
کنیم. عیزو دیگه ای کباب ما آماده شد به می ترتیب همشه. حالا من یک دارگه اکشه توتا میکنم. دارگه شما ببینید چقدر مزدار و چقدر خوبش آمده. ای که اگه خودتان بخواین ساس در داخلش دوام اضافه کنین میتونین. عیزو میبینین داخلش هم گوشت پر، ترکاری یکش، همه چیزش با مزه و پاک صحی. امیدوارم از این ویدیو خوشتون آمده باشه. از زای دل حالا یاری آورتان باشه، از هم ما شما باشه، خداوند نگهدار هم ما شما باشه. دیگه برنامه ما را تعقیب کنین، انشالله منتظر برنامه جدید ما باشین.